سلام و درود به شما عزیزان همراهان تفسیر خبر در ایران و دیگر نقاط جهان. جمشید چالنگی هستم، همچنان از لس آنجلس با شما خواهم بود. لس آنجلس آفتابی با هوای معتدل بهاری، اندک هم بارون بارید و طبق معمول شبهای نسبتا سردی در تمام فصلهای سال. اما در ایران فصلهای متفاوت، چهار فصل سال در بعضی از مناطق، در بعضی از مناطق گرما و در بعضی از مناطق سرما، از جمله در خوی زلزله زدگان همچنان وضعیت غم انگیزی دارند و در سراسر ایران سفره ها خالی است. دلار یک تاز عرصه اقتصادی و زندگی مردمان شده است. دلاری که قرار بود حکومت فقیه اون رو حتی تقلیل بده، 7 تومان تحویل گرفت، اما از مرز 50,000 تومان هم گذشتن. مولد سازی چه هدفهایی رو دنبال میکنه؟ واگذاری یا در واقع باز هم باج دادن های دیگه به سپاه پاسداران برای ماندگاری اونها در کنار حکومت و ابزار دست حکومت بودن در سرکوب ها و ادامه سرکوب ها و سپاه پاسداران چه نقشی در اقتصاد ایران دارد و این نقش در سالهای اخیر افزایش یافته بیشتر و بیشتر شده است یا مهار شده است؟ موضوعاتی است که در میان خواهیم گذاشت با آقای جمشید اسدی، استاد دانشگاه، کارشناس امور اقتصادی در پاریس. آقای علیرضا نوریزاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در ترافیک لندن گرفتار شده و هر زمانی که به ما پیوست با من و شما خواهند بود با شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. خوش آمدید آقای جمشید اسدی عزیز از پاریس. درود بر شما جمشید چالنگی گرامی، سپاسگزارم که منو پذیرفتید و به هوای گرم لس آنجلس هم بردید تا خودتون به پاریس بیاید. سپاس بسیار از شما. هوای پاریس فکر کنم الان کم کم داره رو به بهار میره، یه مقداری معتدل‌تر. کم کم همچنان که میفرمایید کم کم. هیچ کشوری فکر نمی کنم چهار فصل تهران و ایران و خودمون داشت. خب البته من بچه تهرانم، تهران یادم میاد واقعا چهار فصل بود. چهار فصل بود تهران و البته متاسفانه آلوده، هوای آلوده تای روز. و اما در همین هوای آلوده است که ما میبینیم زندگی مردم روز به روز سختتر و سختتر شده. دلار مهار نشدنی به نظر میرسه. جمشید عزیز چرا؟ بی تردید دلار همچنان که در آغاز برنامه اشاره کردید 70 ریال به دست نظام ولایی رسید. البته در آغاز دهه 40 خورشیدی 80 ریال بود. در دوره درخشان وزارت آقای علی خانی رسید به 70 ریال و این 70 ریال تحویل نظام ولایی داده شد و الان بالای 52,000 تومان رسیده است. مادامی که نظام ولایی هست، من سقفی برای ارزش دلار نمیبینم. میدانید یادم میاد یک روز یک نوشته پرتقصیری در این مورد نوشته بودم: مرگ بر آمریکا، زنده با دلار. این دقیقاً چیزی است که نظام ولایی برقرار کرده است، یعنی دشنام در کلام و خدمتگذاری در عمل. دلار یکی از نمونه هاشه. آقای علی خانی رو اشاره کردن، آقای دکتر علی خانی وزیر اقتصاد و دارایی بودن، زمان پیشنهادات افکار بسیار بسیار مفیدی رو به اجرا گذاشتن در عرصه اقتصادی، رئیس دانشگاه تهران بودن و خدمات بسیاری انجام دادن در عرصه اقتصادی ایران پیش از انقلاب که بیوگرافیشون طولانی تر از وقت برنامه ما. و برادر نازنین ایشون باقر علی خانی عزیز که روان هر دو شاد باد، از دوستان و همکاران من بودن که اون مصاحبه معروفی هم که باقر انجام داد
و من تدارک دیده بودم و همراهی کرده بودم، من در بامداد هست با صادق خلخالی و آقای علی حجتی کرمانی. جمشید عزیز بفرمایید اصلا اینو توضیح بدین برای مردمانی که برنامه ما رو میبینن به زبانی، نه برای دانشجوهای فرانسویتون که به هر حال یه سطح دیگه اقتصادی هستن، که چطور هست این دلار چرا اینقدر سریع افزایش پیدا میکنه، چی میشه مهار پاره میکنه و یک تازه عرصه اقتصادی هیچ کشوری من تو منطقه مثل عراق با اینکه گرفتار هست و بقیه نمیبینم که به این شکل باشه که دلار همه کار هست. آخر اصلا نیست، اصلا نیست. یعنی اینا اگر مثال همانندی بخواید پیدا کنید ونزوئلا است که خب از خویشاوند همین حکومت است، همچین چیزی نداریم. ببینید برای اینکه خیلی ساده اونطوری که شاید خودم میفهمم عرض گزارش بکنم و درس جواب بدم خدمت بینندگان، دلار یک ارزه و مثل هر کالای دیگری است. فکر کنید یک کالاست، مثل هر کالای دیگری وقتی تقاضا برای آن بالا برود و عرضه آن کم بشود بهاش افزایش پیدا میکنه. چرا در ایران تقاضا برای کالای دلار افزایش پیدا میکنه؟ برای اینکه مردم احتیاج به پول دارن، به پول ملی بی‌اعتمادن، دورنما رو بسیار تیره و تار میبینن، به ویژه پس از خیزش ملی مهسا که تا به امروز ادامه داره، و بعد آزمودن رئیس جمهورای مختلف و از اصلاح طلب و از اصولگرا و از مصلحت اندیش رو بیفایده دیدن و در نتیجه افزایش بهارم میبینند، مرتب افزایش بها صورت میگیره. گوشت رو که چند وقت پیش یعنی دیروز بود خبر که دیدید تا به کجا رسیده است و به اون بیه. پس تقاضا برای دلار که اقلا ارزشش حفظ بشه مثل ریال فرو نباشه بالا میره، این افزایش تقاضا برای دلار. اما جمهوری اسلامی چند مرتبه چون جستی گرفت، آخرین باری که میتونست در زمان آقای روحانی بود، آقای همتی رئیس بانک مرکزی بود، یه ذخیره ارزی داشتن برای اینکه مثلا یک نمایشی بدن، بلا فاصله یک حجم زیادی از دلار به بازار میریختن که میگفتن مردم بی خود دلار میخرید، دلار فراوونه، هر وقت میخواید بیاید بانک بگیرید. ولی خب اینا نمایش بود و بعد به سرعت نشون داده میشد که عرضه نمیتونه پاسخگوی تقاضای فزاینده مردم برای دلار باشه. حالا که دیگه هیچی اونم ندارن، اصلا ندارن. تمام این کارهایی که الان دارن میکنن اگر بحثش برسه بهش میرسیم، اینقدرم دلار ندارن. خب اینو مردم هم فهمیدن. یه اتفاق ساده اقتصادی افتاده، یک کالایی است که نامش دلار است، تقاضا برای این بالاست، ارزش برای این پایینه، این افزایش قیمت رو پیدا میکنه. تا نظام ولایی هست، این جمله آخرم جمشید چالنگی گرامی در این مورد، تا نظام ولایی هست ارزش پول ملی فرو میپاشد مثل هر چیز ملی دیگری و در برابر ارزش فرنگی در اینجا دلار افزایش پیدا میکنه. من یه مثال هم بدم، برای من خیلی قابل تأمل بود. مثلا در مصر از 1983 که یک دلار میدادین تقریبا یه پوند مصری تقریبا برابر بود، تا الان از 1983 تا الان حدود 40 سال میشه دیگه نیست؟ بله بله. با همه مصر درآمد اقتصادی مثل ایران نداره، یعنی یه درآمد کانال سوئز هست، یک مقداری صادرات مثلا پنبه هست و محصولات منسوجات هست و یه مقداری هم توریسم هست که توریسم هم قطع خورده. در این حدود 40 سال شده حدود کمی کمتر از 20 پوند، یعنی یه دلار بدیم حدود 20 پوند، دوبارم جا زیرو رو شده. یه دلار میدی 20 پوند مصری کمتر مثلا تحویل میگیرید. برای هم چی مدار در ایران یک مرتبه 7 تومن میشه 50,000 تومن به بالا، و با قیمت یک کیلو گوشت میشه 6,000 تا گوسفند پیش از انقلاب خرید. اومد جمشید عزیز و گرامی بفرمایید که
آقای خامنه ای برای راه حل، من از شما به عنوان یک کارشناس اقتصادی استاد اقتصاد در فرانسه میپرسم، ایشون توصیهشون این هستش که بله اینا هست، گرونی هست، تورم هست، این هست، اون هست، ولی با دید ارتجایی نگاه نکنید، با دید انقلابی نگاه کنید. این راه حلی هست به نظر شما با دید انقلابی؟ یعنی چه تعبیری داره از نظر جمشید اسدی عزیز؟ از نظر بنده کمترین انقلاب ما رو به این روز کشوند. حالا انقلاب هم میخوان ادامه بدن. این نگران کننده است. این بس ببینید آن صحبتهایی رو که کرده اند منو بسیار نگران میکنه و به عنوان دانشجوی اقتصاد عرض میکنم دورنمای اقتصادی ایران رو تیره و تارتر از آنچه که بوده است میبینم و باز هم افزایش دلار رو میبینم. ایشون میگوید انقلابی عمل کنید. آقا این 40 سال گذشته مگه ما چطوری عمل، مگه شما چطوری عمل میکردین؟ انقلاب بود دیگه، انقلابی عمل کردید. انقلابی تمام 53 بنگاه بزرگ ملی ما رو مصادره کردید، حتی نامی از اینها نمون، کشتید، مثل آقای ایلغانیان که یک نفر از تجار حاجی برای من تعریف میکرد در یکی از سفراش، میگفت من وقتی که رفته بودم ژاپن هیچی با خودم نداشتم، یهو یادم رفته بود، اما میخواستم یه مالی بخرم، تنها کارت ویزیتم بود جیبم، در آوردم نشون دادم، دیدم یه ورش نوشته ساختمان پلاسکو. به من ژاپنیا گفتن همین اعتباره براتون، هرچی میخواید وردارید، تا رسیدید پولشو به ما بدید. در این مورد اینوشونو کشتن. خب کی بوده انقلابی عمل نکردن؟ در نتیجه خب میخوان همون، یعنی در حقیقت بینندگان گرامی، آنچه که ما رو به این روز گذاشته به فرمایش مقام معظم رهبری قرار است ادامه پیدا بکند انقلابی. پس حدس بزنید اگر این نظام بموند 40 سال آینده چه سرنوشتی در انتظار ماست. بله، دید انقلابی میره در قصابی یک کم فاصله بگیریم، میزون کنید، دید انقلابی گوشت مثلا اینقدر برگردید خونه بود دیگه، برای با دید انقلابی نگاه کنید. به روانشاد ایلغانیان اشاره کردن، یکی از سازندگان در ایران پیش از انقلاب و پیش از اعدام مشهور هست. ایشون سفارش کرده بود با اینکه تمام اموال و دارایی‌هاش اشغال شده بود، مصادره شده بود، گرفته بودن و هرچه، که تمام کارکنان و کارگرانی که برای ایشون کار میکردن به هر طریق ممکن حقوقای عقب افتاده اونها به خاطر انقلاب پرداخت بشه. آقای حبیب ایلغانیان تیرباران شد از ستونهای اصلی است و مهم سازندگی در ایران. آقای اسدی عزیز، جمشید عزیز، بفرمایید که به الان اومده خامنه‌ای باز از اون کارها مولد سازی و تا به حال هر چی گرفته بودن از ایلغانیان و همه سازندگان ایران پیش از انقلاب خب بین خودشون تقسیم کردن. دانشگاه هایی هم که بوده مثلا اسم مثلا بهشتی رو داشتن رو دانشگاه ملی، خش رو خش نذاشتن. این آخونده هیچ نوع سازندگی در زندگی نداشتن. حالا اومده برای اینکه مثل که باج تازهی بده، اون تعمونده دیگه هرچی که هست رو به عنوان مولد سازی، مال آموزش پرورش و و بقیه موضوع جنگل ها مراتع اینا هم دارم واگذار. این رو نگاه شما رو جویا هستیم. بله ببینید، خب خیلی خوشحالم این فرصت رو به من میدید. من از بینندگان عزیز خواهش میکنم توجه بکنن به درسی که خدمتشون جواب میدن. اگر میگویند مولد سازی بکنیم دارایی های راکدو، یعنی مدت هاست دست ما دارایی هایی است که مولد نیست و راکد است. خب یعنی اقتصاد ما اقتصاد راکده. چرا نگر داشتید اگر اینها راکد است، این دارایی ها؟ شما روشنتر از این نمیتوانید بشنوید کسی اعتراف بکنه که ما اقتصاد راکد داریم. میگه دارایی های راکد و ما بیایم مولد بکنیم. خب چرا دستتون بوده؟ خب چرا گرفتید؟ از کی متوجه شدید که اینها راکده؟ حالا این چه دارایی های هست؟ مثلا بعضی وقتا ساختمان های بسیار بزرگی دارن که مورد استفاده مدیرا قرار میگیره، ویلاهایی دارن که مورد استفاده مدیرا قرار میگیره. اینها رو پول براشون نمیسازه، مدیرام نمیخوان بدن،
برای اینکه میرن توش استفاده میکنن، دفتر کارشونه، خونهشونه، تعطیلاتشونه، جلسهشونه، همه اینها رو دارن. نکته دومی که اینجا باید در نظر داشت، چرا اینها رو تا الان نفروختن؟ به همین علت که عرض کردم، برای اینکه اینها رو استفاده های مختلف ازش میکنن، لازم نبوده که اینها، یعنی قصد نبوده اینها تولیدی باشه. حالا یک نکته خیلی جالبه، حالا خیلی خوب، این جمشید اسدی اشتباه میکنه، اتفاقی بوده که این دارایی ها رو شما داشتید و حواس هیچ که نبوده بود، تقصیر احتمالاً جمشید چالنگی بوده که اینا مولد نبودن. حالا میخواید اینا رو مولد کنید. خب اینا رو ما باید بهتون مدال بدیم، ازتون تشکر کنیم. چرا میگویید که کسایی که بعد اینا رو اومدن دادن برای مولدسازی، شما نمیتونید اینا رو ازشون بخواید تحقیق و تفحص بشه؟ آقا مگه کار خیر نمیکنید؟ مگه کار نیک نمیکنید؟ یا چیزای راکت بوده میخواید به تولید ملی بزنید؟ اینو باید بگید که مثلا اگر بخواید به ما مدال بدید، ما قبول نمی کنیم، چون ما اینا رو خدمت کردیم برای اسلام عزیز، برای ایران اسلامی. همینایی که میگید. خب چیه که باید تحقیق و تفحص بهتون نکرد؟ پس معلومه اینها، این صحبت ها صحبت بر سر چیز که دارم میکنم. قرار است همچنان تمام مسئله آنچه را که میگویند خصوصی سازی، که در حقیقت خصوصی کردن امر اقتصاد در ایران است، باز این مال و ملک و املاک رو بدن به خودی ها، اونها حفظ بکنن. و این بی سابقه نیست، بسیاری از داراهایی که در اختیار شهرداری تهران بود همینطوری پخش کردن. وقتی که 51% شرکت مخابرات رو میخواستن بدن در زمان آقای احمدی نژاد، به همین شکل دادن به تعاونی های سپاه پاسداران، به شرکت هایی که تعلق داشتن به سپاه پاسداران در این مورد کردن. این هیچ اتفاق، یعنی برای من هیچ اتفاق غیر مترقبه نیست. شوربختانه همون امر نامبارک که تا کنون بوده است ادامه داره. ولی اون چیزی که برای من شگفت آوره این است که به این روشنی دارن اعتراف میکنن، میگویند، من اینو تکرار میکنم بینندگان عزیز، میگویند دارایی های راکت و ما میخواییم مولد بکنیم، تولید بکنند، ثروت بسازند برای مردم، اما اجازه تحقیق و تفحص هیچ کی از ما نداره. یعنی دیگه نمیدونی، یعنی میدونید از عقل میگذره اینجا یک زمانی که آدم بخواد در این مورد تفسیر کنه. این کلنگ به اسم مولد و به صدا دارایی زاییش به راه افتاده ساختمان های قدیمی و تاریخی رو در شیراز در حال ویران کردن هستن برای ساختن برج‌های بساز و فروش‌های حکومتی. خب اشاره کردیم به سپاه پاسداران. آقای اسدی عزیز، نقش سپاه پاسداران خب در اقتصاد ایران بارها خود شما هم صحبت کردیم، در موج اولی که اشغال شد ایران و اموال مردم رو گرفتن و دارایی های مردم، کارخونجات هرچی که بوده، و اعدام کردن کسانی مانند آقای الغانیان و بسیار دیگه رو، آقای خرم و خیلی ها. موج دوم بعد از شکست در جنگ با عراق بوده، برگشتن به شهرها پاسداران، انگاری ایران عراق بوده، حالا اشغال کردن، شروع کردن چنگ انداختن روی خیلی موضوع. اقتصاد ایران درصد عظیمیش بود، شما بارها گفتید، زیر نفوذ پاسداران در دست اون. در حال حاضر پاسداران کجای اقتصاد ایران هستن؟ بالاتر، پایینتر، با وضعیتی که دلار پیدا کرده و برای موضوع؟ ببینید، اینو من با دو جمله امیدوارم موفق بشم تا اندازه پاسخ به پرسش شما داده باشم. اقتصاد ایران بنابر بسیاری از گزارش های خود ولایتی ها 80% دست دولت و سپاه پاسداران بزرگترین پیمانگار دولت. روشن شد دیگه، اقتصاد دست دولت، سپاه پاسداران هم بزرگترین پیمانکار دولت. حالا نه تنها بزرگترین پیمانکار دولت، بلکه بسیاری از نهادها و سازمانهای وابسته به سپاه پاسداران کمک از دولت هم میگیرن، مثل تعاونی هاشون. نه تنها پیمانکاری میگیرند بسیار درشت،
مثلا مثل جاده حرم به حرم از قم تا مشهد یا اون لوله گاز اصلویه، بسیاری از اینها رو من براتون بخوام بگم، بسیاره. نه تنها اینا رو پیمان ها رو میگیرن، نه تنها از بودجه دولتی میگیرن، بلکه حدود 70 اسکله نامرئی و فرودگاه نامرئی دارن که هر چی رو بخوان میتونن وارد بکنن، بدون اینکه خود حکومت ولایی که خب با سپاه پاسداران یکیه کوچکترین کنترلی در این مورد داشته باشه. یعنی بزرگترین پیمانکار در اقتصاد ولایی کوچکترین مالیاتی نمیده، کوچکترین عوارض گمرکی نمیده، این کارها رو نمیکنه و همه در اختیارشه. اما نکته بسیار خطرناک در این مورد این است که این همه توان اقتصادی تحت کنترل هیچ کسی نیست و چون نیست به توان اولا سپاه پاسداران عملیات تروریستی در درون و برون مرز میکنه. خب بارها شنیده شده که مثلا خود نصرالله در مسئول حزب الله در لبنان گفته کمک های ما از ایران میاد. از کدوم بودجه میاد؟ حالا خیلی خوب مبارکتون، باریکلا، از کدوم بودجه داره میاد؟ از دست کی داره میاد؟ کی کنترلش داره؟ این از جمله از طریق این بودجه های مخفی است که دارن، هیچ که کنترلش نمیکنه و نه تنها کمک میکنن به نیروهای نیابتیشون در اونجا، بلکه بسیاری از عملیات تروریستیشون هم بدین طریق میتونن انجام بدن. یعنی به یک کلام سپاه پاسداران در اثر نیرویی که داره تبدیل شده به بزرگترین قدرت اقتصادی در کشور و چون بخش بزرگی از این قدرت اقتصادی تحت کنترل و نظارت هیچ کسی نیست، حتی در درون جمهوری اسلامی، میتوانند راحتتر کارهای پولشویی، قاچاق و کمک و پشتیبانی به تروریسم انجام بده. خب همین نکته، ببینید الان بسیار بحث هست و گفتگو و تظاهرات ما دیدیم در بروکسل در برابر مقر اتحادیه اروپا و جای دیگه که سپاه رو بزنن تو فهرست سازمان‌های تروریستی. اگر چنین بشه و اتحادیه اروپا چنین تصمیم بگیره و بعد تک تک کشورها امضا کنن یا به اصطلاح حمایت بکنن، چه پیامدهایی میتونه برای سپاه پاسداران داشته باشه؟ بله ببینید، اگر به سپاه پاسداران به کار خودش ادامه میده، چون کشور رو در اختیار داره به کار خودش ادامه میده، اما هر دست‌اندرکار اقتصادی در جهان میداند اگر به طریقی روشن بشود که از دور و نزدیک، مستقیم و غیر مستقیم، با شرکت‌ها و چهره‌های وابسته به سپاه پاسداران داد و ستدی کرده است، آنگاه مورد تنبیه و مجازات جامعه بین‌المللی قرار می‌گیرد. یعنی اگر این اتفاق بیفته و سپاه پاسداران وارد سیاهه سازمان‌های تروریستی بشه، همچنان که امیدواریم، آنگاه هر دست‌اندرکار اقتصادی در دنیا باید اینطور فکر کنه. درسته که الان چون جمهوری اسلامی تنهاست، من میتونم جنسای خودم رو دولا سلا بفروشم، سود بیشتر دارم، خیلی خوب بکن، پس بکنم دیگه. اما نه، اگر این کارو بکنم و جامعه بین‌المللی بفهمه، تمام بازار جهانو و تمام شبکه های مالی و بانکی جهانو از دست میدم. این است که اگر این اتفاق بیفته، خب یک فشار بسیار زیادی خواهد شد بر نیروی اقتصادی تروریسم در نظام ولایی. جمشید از خیلی کوتاه بفهمم که جامعه جهانی، چون جامعه جهانی همه کشورهای جهان هست، چین، روسیه، بقیه هم هستن، سازمان ملل چه هست، کشورهای اروپایی به اضافه آمریکا کدوم هست، کدوم بخش از این کره بسیار کوچک در مجموعه هستی منظور شماست؟ ببینید اگر این کشورهای غربی که عمدتاً نظام بانکی بسیار فعال هستن، امریکا و اروپایی ها، اگر این کارو بکنن کافیست. ممکنه بفرمایید که خب چین و مثلا روسیه یا هند ممکنه قبول نکنن. خب قبول نکنن، اما اگر این یعنی اون وقت چینی ها در برابر این انتخاب قرار میگیرن، آقا اگر میخواید با جمهوری اسلامی معامله بکنید بکنید، ما که حریفتون نمیشیم، اما شرکتی که با اونها معامله کرده دیگه نمیتونه با ما معامله کنه.
پس هر شرکت چینی در برابر این قرار میگیره. من فکر کنم به سرعت پاسخ خواهد داد که من باید بازار اروپا و آمریکا رو حفظ بکنم یا بازار جمهوری اسلامی رو. یک سوال من میدونم، برای اینکه خواستم من از بینندگان از مهمانان ما اگه سوال دارن برای ما بفرستن فرستادن، از شما دو مهمان داشتیم که این پرسش رو داشتن، سوالات دیگری از مهمانان دیگه هم هست که، و من البته من خودم اینو میدونم که این سوال باید از یک حقوقدان بیشتر پرسید، ولی چون خواستن از شما بپرسم و اسمشون من چون نگفتم که میتونم ببرم یا نه، جلو من هست نیم ساعت و کس دیگر اول اسمشون من در این هستش که این حکومت سقوط میکنه. روزی که این حکومت سقوط کنه، حالا چون این شکلی رو در نظر بگیم، ایران رو به طور کلی از این حکومت ایرانی ها پس خواهند گرفت، از زیر دست و پای این حکومت بیرون میارن به طور کلی ایران رو. اما کسانی که اموال و دارایی هاشون توسط انقلابیون ضبط شده و مصادره شده، دست به دست گشته، قابل برگشت هست برای اونها؟ بله، ببینید من اینو اینطور میتونم خدمتتون بگم، دو تجربه‌ای رو که در جهان شده است در این مورد. این اتفاق در کشورهای سوسیالیستی افتاد و اینو اینطور دو راه حل بود برای این در کشورهای سوسیالیستی که یا این مبلغ رو پس دادن، ایران مثلا این مبلغ رو پس دادن به مقدار کمتر و بیشتر، یا اینکه سهامی در شرکت‌هایی به اونها بازگردوندن و دادن. این دو شکل کسانی بوده است که ادعای غرامت میکردن از حکومت سوسیالیستی و این دو شکل دادن غرامتی هست به کسانی که ثابت شد که ضرر دیدن به لحاظ مالی من دیدم. پس یعنی یا یک مبلغی بابت اون غرامت میدادن یا سهامی میدادن اگر مثلا اینا کارخونه دار. برای تجربه همونطور که اشاره کردن، این تجربه رو من نگاهی بهش داشتم زمانی که در پارک بودیم و همین هست که جمشید عزیز اشاره کرد که امیدواریم هرچی سریعتر ایران باز پس گرفته بشه از دست و پای روحانیت حاکم و تمام انقلابیون همچنان همراه این حکومت و کارگزاران این حکومت داخلی و خارجی. سپاس بسیار داریم از جمشید عزیز. سپاس که پذیرفتیم. صدا میکنم، خوشحالیم که با ما هستید. بینندگان گرامی، بروتنی های جمشید عزیزمون یک جنبه 53 ساله هست که من شاهد هستم، جنبه خفیف متکبرانهی درش هست که قابل پسندم هست و دلنشینم هست و درس به شما پس بدم با دانشجوها در سر کلاس خیلی جدی و خیلی به صدا شکل قاطع تری رو عمل میکنه. احترام ویژه‌ای که برای بینندگان تفسیر خبر قائل هستیم و برای هموطنان در داخل ایران، من سپاسگزاری میکنم از دوست دیرینه خودم جمشید اسدی گرامی. با سپاس بسیار، با سپاس تا فرصت دیگر با شما خواهیم بود در ادامه راه. بینندگان عزیز، ظاهرن آقای نوریزاده نتونسته راهی پیدا کنه از ترافیک لندن به مقصد به سرعت. این هست که تماسشون با ما برقرار نشد. برحال در فرصتی که هست من مایل هستم به موضوع یا موضوعاتی بپردازم. یکی این که نه الان بلکه سالهاست این حرف زده میشه که ایرانی ها خیلی ها خواستار برچیده شدن این حکومت هستن، اما آلترناتیوی وجود نداره که این آلترناتیو رو مثلا حالا جهان آزاد، کشورهای اروپایی، آمریکایی، بقیه بگن خب آلترناتیو اینه، مثلا ما الان همه چیز روشنه، استارتو بزنن و برن و در ایران تغییر بدن یا هر چیزی و اینا. قبل از هر چیز این که اصلا قضایی ها رو بردن به این طرف که بقیه مثلا باید راضی بشن تا بعد اوضاع در ایران
تغییر کنه و یا بقیه قانع بشن که اینکه بدترین کار ممکن هست و سنگ و کلوخ انداختن در مسیر بیرون آوردن ایران از زیر چنگ و دست و پای این ملایان، چون اونا کار خودشون دارن میکنن. اونا باز هم میتونن خواستار توجیهات بیشتری بشن، چون دارن اینجا منافعی بوده ادامه دادن. هر زمانی هم که رسید به جایی که دیگه نمیارزه، هزینه ها بیشتر از بسیار سود هست، ول میکنن هر حکومتی رو. باکشیر نواد که حلقشون نریختن. وقتی مثلا ببینن هر حکومتی دیگه سودی نداره براشون، یا اون حکومت شروع کرده رو در روشون علیه منافعشون کارایی میکنه، خب اینا به کارایی دست میدن. از اساس پس این غلطه. اون چی که میشه انتظار داشت وادار کردن اینه که دست بردارن از حمایت از چنین حکومتی، یعنی چنان فشار بسیار زیاد باشه که ببینن با اینکه این حکومت براشون منفعتی داره و خواهد داشت اگه ادامه پیدا کنه و بسیار هم سود ده، چهار قدم اون طرف در خواهد افتاد. بنابراین اونایی که دارن میان، ما باید بریم با اونا گاوبندی اونو بکنیم و هر کاری که قراره از در دوستی در بیاریم، دست از حمایت از اینا برداریم، دل اونا رو به دست بیاریم. از این قبیل هست. حالا قضیه آلترناتیو، قضیه آلترناتیو اساسا برخواسته و برومده از کجا هست؟ از درون یک ساختار دموکراسی هست. این شما حزبی سر کار هست، کسی که میخواد جایگزین اون حکومت بشه باید برنامه بهتر و راضی کننده تر برای رای دهندگان داشته باشه، چون در قضایای مثلا زیر عنوان براندازی که قرار نیست کسی رو راضی بکنیم تا مثلا به ما بیاد رای بده. گفتم مقدمتا هم اشاره کردم، ما قرار یک حکومتی رو هر کسی هر ملتی ناراضی هست برداره بندازه دور، اون چیزی که خودش میخواد تلاش میکنه جاش بذاره. این وسط دنبال این نیست که اول یه کسی رو راضی بکنه. در صورتی که در دموکراسی اینه، شما یه حزب دموکرات جمهوری خواه هستید، حزب سوسیالیست هستید، دموکرات مسیحی هستید، غیر مسیحی هست، برنامه ای که میدید به عنوان یک برنامه آلترناتیو جایگزین دارید میدید. ما اگر مثلا در ایران میگیم این نظام میخوایم، میخوایم مردم نون داشته باشن، آب داشته باشن، مدرسه داشته باشن، امنیت داشته باشن، بچه ها آینده داشته باشن، همه اینا رو داشته باشن، اول که نباید بذاریم اینو ببریم به بقیه نشون بدیم، بگیم ما برنامه اینه، حالا به ما رأی میدید که اونا هم بگن برای این آلترناتیو حالا بزنیم بریم. اگر هم کاری میکنیم اینه که فشار میاریم که دیگه حمایت نکنید از اینا. بنابراین این رو ما زیاد نباید معطل این قضایه باشیم. کاری که داره انجام میشه رو قویتر و قدرتمندتر انجام دادن هست. و بعد بر همین زمینه غلط و اشتباهی که مطرح میکنن میان میگن که بله چون نیروی جایگزین نیست، بنابراین ممکن جنگ داخلی بشه، پناهندگان بیان و از این حرفا و در نشه اینا از این چیزه. من باز گفتم به اینها رضایت اینها رو که ما دنبالش نیستیم، ما رضایت خودمون ملت، رضایت خودش رو دنبالشه. و این بزرگترین توهین هست نه به مردم ایران، به هر ملت دیگه که قادر نیست یه حکومت مطلوب خودش رو بسازه. چطور نیست؟ ایران بار اول نیست که با بحران روبرو شده، بارها و بارها ایران اشغال شده. آخرین بار به طور وسیع قبل از اشغال انقلابی در جنگ دوم جهانی بود، آمدن ایران رو اشغال کردن، یه هندونه هم زیر بغل ایران گذاشتن که بله پل پیروزی و بقیه موضوع اشغال کردن، غارت کردن و بقیه موضوع، ولی از این مهلکه بیرون اومد. و این اشغال انقلابی هم همین، ایرانی ها چرا نمیتونن؟ دیگران میتونستن، هر ملتی میتونه. همین الان لیبی بعد از این همه بحران
داره آرام آرام سنگ بناهای خودشو میذاره، شکل تازه حکومتی رو داره برپا میکنه. همونطور که در عراق در همسایگی با سختی های بسیار و در جاهای دیگه. بنابراین شدنی هست، نه اینکه امکان پذیر نیست، عملی هست بی تردید. ایرانی ها مثل همه ملت ها قادر هستن اون چه رو که میخوان، ریلی رو که میخوان برای آینده خودشون به اصطلاح تثبیت و تأسیس کنن رو به آینده. چه کسی تصور میکرد که در حتی همون ماهای انقلاب سال 57، خرداد، اردیبهشت، شهریور، مهر و حتی آبان که آخوند میاد و حکومت میکنه؟ درسته که بر چارچوب روحانیت شیعه حکومت کرد، ولی همین هایی که الان دارن بر سرنوشت مردم ایران حکومت میکنن، همین خود علی خامنه‌ای، بی استعدادترین کودنترین افراد جامعه هستن. این رو من نه شعار میدم که اهلش نیستم، نه به قصد تحریک احساسات، بلکه مستند این که وقتی 44 سال حکومت میکنی و هنوز ابتدایی ترین اصول حکومت رو هم یاد نگرفتی، یعنی کودن، استعداد نداری. کودن اگر به چنین افرادی نگیم به چه کسانی باید؟ حالا با ترفند و دغل و دروغگویی و اینها که نمیشه حکومت کرد. اینا به درد بالای منبر میخوره که راجب ذوالفقار بگیم یه روز راه میره، یه روز مثلا به ذوالفقار مثلا دنبال دشمن میکنه و یک روز مثلا گرز حضرت آدم و از این حرفا میشه زد، یا حضرت سجاد رفت آسمان، از اینا بالای منبر هر چی میخوای بگی بگو، دروغ هر چی کرد. ولی برای حکومت چیز دیگه ایه. نمونه شو من مایل هستم با هم ببینه. ببینید با این چیزا که نمیشه این حکومت کرد. در علی خامنه ای در شعاع اطراف خود شما حتی 1 کیلومتر هم نه، 500 متری بگردید، ده ها نفر بسیار بسیار شایسته تر از علی خامنه ای میتونید پیدا کنید که بتونه رهبری بهتر از خامنه ای داشته. مثلا به طور مثال میگم، من که رهبری رو اینطوری انتخاب کنم. میبینید تناقض‌گویی، دروغ‌گویی و همه اینها رو، و آیا ایران شایسته این هست؟ با هم میبینیم یک زمان مثلا این روایت هر چی که لازم هست از تو این کیسه در میارن. یه روز امام علی آمریکاست نابود باید بشه، نه یه روز گفته خیر نباید نابود بشه، ما با هر کسی که دست دوستی بده دست دوستی میدیم، مثلا رفسنجانی اینه بده، اون یکی یه چیز دیگه. حالا همین امامی که ساختن جلو ما، از درونش روایت متناقض در میاد. دیگه فکر کنید راجع به امامان شیعه که مثلا بیش از 1000 سال پیش بوده، ببینید تناقض‌گویی این رهبری که میگن آلترناتیو لازم داره. با هم میبینیم امام رضوان الله علیه هم سلیقش عینن همین، نه اینکه خیال کنید که سلیقه نخواهید، سلیقه امام عیناً همین بود. بنده دارم به شما عرض میکنم، خبر میدم، البته شواهد هم هست. در سال 64 که همین آقای ناطق نوری وزیر کشور بودن، من یادم نمیاد نمیره، تو همین خیابون ها یه عده جوان ها بودن که حمله میکردن به بدحجاب ها. امام مکتوب نوشتن به ایشون که برید این جوان هایی که حمله میکنن بدحجاب ها بگیریدشون، بزنیدشون، زندانشون کنید، حبسشون کنید. که بله، امام که فرمودن باید زنها با حجاب باشن، همه زنان رو نگفتن، حرف بی خود. ما بودیم اون وقت، ما خبر داریم. چطور اینجوره؟ امام در مقابل یک منکر واضحی که به وسیله پهلوی و دنباله های پهلوی تو کشور به وجود آمده بود، مثل کوه ایستاد. این همون امامه، اما در این حال با اون روش مخالف بود و ایستادگی کرد و گفت
که بچهای کمیته اون وقت اومدن جلو این افراد رو، اونا هم بچهای حزب اللهی بودن، اونا نمی‌فهمیدن کار رو، اشتباه می‌کردن. گفت باید حجاب وجود داشته باشه در مقابل همه منکرات. امام همجور محکم ایستاد. بله خب ببینید ایناست، یعنی با اینها که نمیشه کشورداری کرد. این یعنی کودنی، نه تنها علی خامنه‌ای، هر کسی چنین کنه. اونجا بر اساس نیاز پیش بردن قضیه، امام گفته بود که نه ما گفتیم که بعد حجاب و اینا، نه اینکه همه کار زشتی میکنن. اون وقت بعد اونایی کسایی که مثلا مزاحم میشدن اینجا بی خود گفتن، ما اونجا بودیم. رفسنجانی اونجا بود. همین خامنه ای رو با همین روایات اینها نشوندن جای خامنه ای، جای خمینی. یه رفسنجانی گفت بله روایت هست که اینو گفتید. مشکل البته باور کنندگان این روایت ها هستن. این هم بگم بخش دیگه قضیه، این برای قضیه پامنبری هم هست که الان دیگه کمتر و کمتر شده. به هر حال با یک همچین وضعیتی وقتی یک طایفه ای میاد و قدرت رو در دست میگیره، بعد از مدتی شروع میکنه یاد گرفتن که چجوری اداره کردن، چجوری اداره نکردن، چه کارهایی بکنیم، چه کارهایی نکنیم، چه میکنیم. ولی همین الان میبینیم دیگه، خب اینا خواستهاشون از روز اول مشخص بود. کسانی مانند من قطعا اینو میدونستیم، من کم نبودم که آخوند جماعت چی میخواد. آخوند جماعت علیه میرزا حسن خان رشدیه که مدرسه رو جای مکتب بذاره، چه بر سر خاندان ارجمند و گرانقدر رشدیه آوردن. مخالف رفتن مدرسه بودم، چه پسر چه دختر، مخالف تحصیل دختران بودن. خب نتونستن این کارو در ایران پیش ببرن. در جریان انقلاب سفید هم مشکل همین بود دیگه، مخالف رأی زنان بوده و بقیه موضوع. اینه که الان شروع کردن همین حزب اللهی های مورد آتش به اختیار علی خامنه ای چه کردن؟ مسموم کردن دختران مردم در اصفهان و جای دیگه و تهران و جای دیگه. شیوه‌ی حکومتی همچنان همون 40 و چند سال پیشه و همون بیش از 50 سال یا 500 سال پیشی که ملایان در پی قدرت خواستار پیاده کردنش بودن، اجرای کردنش بودن. حالا این وسط کسانی هم مانند ابراهیم یزدی آمدن و تزریق کردن خیلی چیزایی که گفته. من بارها به این اشاره کردم که ابراهیم یزدی در نامه خطاب به احمد خمینی گفته که شما دیگه دست کم حاضرید که میدونید که برنامه اجرایی امام رو ما دادیم دستش. بنابراین برگردم به سر سخن، این که دو موضوع رو به هیچ وجه قابل تأیید نیست از نظر من و بسیار دیگه. یکی این که آلترناتیو خیر، همونطور توضیح من دادم، و دوم اینکه حکومت فقیه خیلی تلاش کرد اینو به خورد جهان و بقیه و اینها بده که مثلا ما بریم در اینجا جنگ داخلی میشه. خیر، چون این نخواهد بود. سیل پناهندگان به اروپا میان و بقیه موضوعات، چون این نخواهد بود. بعد از هجوم اعراب به ایران، بزرگترین گریز ایرانی ها بعد از انقلاب بوده در طول تاریخ. بنابراین برداشتن و رفتن این حکومت، این رو من بگم، بارها اشاره کردم، اینجا فرصت هست که بگم که به سود اتفاقا شاید یک زمانی اگه به خیلی عقب برگردیم، جنگ داخلی یا تجزیه ایران به سود بسیاری بود. اما همه این رو اشراف دارن در جاهای کشورهایی که یک زمان زینف بودن در تجزیه یا در جنگ داخلی در ایران، الان این رو اشراف دارن که هر رویداد ایران سوریه نیست.
از نظر جغرافیایی، از نظر جغرافیایی سیاسی و بقیه موضوع، هر اتفاقی در درون ایران میتونه امواج زیاد و گسترده‌ای داشته باشه، مثل انقلاب 57، مثل انقلاب 57 امواجش در آمریکا رسید، امواجش در بوئنوس آیرس رسید، انفجار معبد یهودیان، امواجش تا لندن رسید، عملیات تروریستی تا اسمت به همه جرم در منطقه که بیداد هنوز هم ادامه داره. حتی من دیدم در خبرهای که جایزه دادن، زمینی دادن به کسی که مثلا سلمان رشدی حمله کرده، یعنی حمایت از تروریسم. یک اتفاق عمده در ایران کافیه یک هفته در ایران ناآرامی های شبیه سوریه مثلا باشه، یا یک ماه یا یه مقداری. خب این امواج به وجود میاد، بنابراین هیچ کس خواستار این نیست که چنین، به خصوص الان که همه به دنبال برقراری نوعی امنیت با دوام در منطقه خلیج فارس هستند. این دوستی بین اسرائیل و عراق استراتژی مهمی رو که در آستین داره برقراری امنیت با دوام در منطقه هست، برای اینکه زمینه اقتصادی و رفاه بیشتر برای مردم روشه. بنابراین با یه همچین چیزی که دنبال این نیستش که بیاد جنگ هم را بندازه، کارا معطل میمونه. برنامه های اقتصادی که همه دارن در اون منطقه و بقیه و بقیه دارن، همین الان دولت های اروپایی که تا دیروز تاتی تاتی میکردن این حکومت رو دست به سر روش میکشیدن و همه اینها، الان دیگه روی خوشی نشون نمیدن، از آلمان بگیرید تا جای دیگه. چرا؟ چون دیگه اعتماد کردن به همت مردم. این همون چیزیه که من اشاره کردم بهش. کاملا هم میدونم مردم ایران قدرت اینو دارن که یک آلترناتیو، یک حکومتی بسازن، حالا اطمینان هم نداشته باشن، ولی میتونن مردم ایران کار خودشون خواهند کرد و دنبال این نیستن، برای اینکه دیگه میبینن فایده ای نداره این حکومت، همه کاری کردن ولی نه اروپایی ها منافع اقتصادی بازار ایران از نظر اقتصادی در شفزو دارن نه امریکایی. و حرف من این نیستش که باز کنیم اینها بیان، نه، بر اساس منافع ملی میشه با همه شون هم رابطه داشت، آدم هایی بشه این اون ژاپن و بقیه جایی که این کار کرد. بنابراین نتیجه که میخوام بگیرم این هست که تمام تلاش هایی، تمام تلاش هایی که میشه برای بیرون آوردن ایران از زیر چنگ و دست و پای حکومت فقیه، اینها خجسته است. و شرطم نه، با توجه به این موضوع که هدف این نباشه که تلاش ما جلب به اصطلاح نظر و تایید دیگران باشه، قانع کردن اونها باشه که آلترناتیوی هم وجود داره، شدن شدن نشدن مسئله نیست، به وجود میاد و اونها هستن که ناچار خواهند بود که با حکومتی که برمیاد از در مصالح ملی مشترک وارد بشن، کاری که دیگران کردن موفق هم شدن، کاری که همین الان میبینیم نتیجه شد. گفتم اشاره کردم همین الان که الان کشورهای حامی حکومت فقیه که تا دیروز از تروریسم اینها رو نادیده میگرفتن، امروز روز افتادن دنبال این قضیه. چرا؟ چون دیدن این حکومت آینده نداره. چرا آینده نداره؟ برای اینکه دیدن مردم علیهش ایستادن. و کسانی، باز هم تکرار کنم و بازگو کنم، که کسانی که میگن که آلترناتیوی وجود نداره یا ناخواسته و به اصطلاح بدون اینکه بدونن دارن خواست کسانی رو مطرح میکنن که نمیخوان این وضعیت
خاتمه پیدا کنه. آلترناتیو در جریان رویدادهای سیاسی به وجود میاد. بسیاری از کشورها چنین بوده. اردوگاه اروپای شرقی در به وقت فرو ریختن چنین شد. آلترناتیو به وجود اومد. از لهستان آقای لخوالستان، حالا سندیکای عظیم کارگری و کشورهای دیگه هم پشت سرش آمدن. اما در کشورهای دیگه مثل چکسلواکی، مثل بلغارستان و و و رومانی و بقیه، خود روسیه، اتحاد جماهیر شوروی فرو ریخت، آلترناتیو ساخته شد، بیرون اومد به هر شکلی. حالا بیان بگن آقای پوتین چنین است چنان است، میخواد دوباره یک تزار روسیه بشه، یا مثلا فرض کنین KGB و بقیه موضوعات، ولی به هر حال یه ساختار حکومتی رو آورد و ایرانی ها کم ندارن از بقیه. گفتم در منطقه، من مثال میزنم، لیبیه آشفت احوالی که اتفاقا همین خواستاران آلترناتیو، دولت های به اصطلاح اروپایی به دنبال برانداختن و بقیه موضوعات بودن، برای قذافی مورد تایید من نبوده و نیست، نخواهد بود هرگز. او اینکه مورد تایید به عنوان یک رهبر مترقی کنفدراسیون دانشجویی بود در خارج ایران و بسیاری از چپهای ایران، ولی به هر حال آشفت بازاری که بود الان داره سرسامونه میگیره. عراق همینطور و بقیه جاها همینطور. و در ایران هم کم از هیچ کس نداشته و نداره مردم ایران. به هر حال به اینجا خواهد رسید. این نکته ای هست. حکومتی بر سر کار هست که وارفته. تار و پودش از هم گسسته. کنترلی بر شریان اقتصادی و جریان اقتصادی در ایران نداره. به جای تمام اموری که حتی استبداد و حکومت‌های استبدادی داشتن و دارن، به جای همه اینها، این نبود که در شوروی یا در استبدادهای آفریقایی حتی از صبح بلند شدن مشکل برای مردم درست کنن. سعی میگن در همون چارچوب خودشون با حفظ قدرتشون که لطمه نزنه یه کاری هم بکنن. واکسن مثلا در کشورهای آفریقایی تا یک وبای چیزی میومد میدویدن این ور اون ور فرانسه، هر کی وسکی به سابقه استعماری شد بگیرن بیارن بزنن. نه اینکه مثل رهبر این حضرات بیاد بگه اصلا واکسن ممنوع نیارید و جایگزین همه اینها مثلا بکنن چوب و چماق و بگیر و ببند و زندان و شکنجه و هیچ کسی هم مثلا بلند. و اینم که ریخته دیگه، دیگه چه برای این حکومت مونده؟ مثل توپ فوتبالی بود ما در بچگی داشتیم، از بس این تیوب دو پلاستیکش میرفت توش باد میکردیم، از بس این پنچر شده به باد کردیم دیگه، روزی که بردیم پلوی آقای کارشناس دوباره چسب فصل کنه گفتیم آقای اینو بندازین دو، دیگه به درد بخور نیست، باد شدنی نیست. حالا هر چی دیگه توش باد بکنه این از بس سوراخه از لای اون چسبان بیرون میاد، این بادی که درش کردن، چه هواداران داخلیش و کارگزاران داخلیش در خارج و دولت‌های همچنان امیدوار به اینها. سپاس دارم از شما عزیزان، از همراهی شما عزیزان. امیدوار هستم در هر کجا که هستید همچنان جویا و پویا در مسیر آزادی ایران، رفاه ایران، ساختن آینده روشن برای کودکان ایرانی باشید و باشیم. در کنار هم، همراه هم، بی تردید خواهد رسید چون این روزی که کودک ایرانی موضوعی برای فروش اعضای بدنش نباشه و موضوعی برای مسموم کردن نباشه دختر ایرانی و پسران ایرانی. با سپاس از شما. به کانال یوتیوب من هم سر بزنید، گفتنی های دیگری است، در اونجا با هم در میون خواهیم گذاشت. به اتفاق امین عزیز، علی گرامی، تهیه کننده و کارگردان فنی برنامه، برای شما روزگار خوشی رو آرزو میکنیم. امید به فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سهند و سبلان، آسماری، فلساران، دنا، درا، کلوند، کوز، زاگرس، تپتان، بینالود، درفک، کوساران، تاراز، مونگشت و زردکوه و تابشان،
بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد مرد.